به رغم هشدارهای جهانی، حمله های هوایی اسرائیل به رفح ادامه داره و مردم در سراسر نوار غزه از کمبود مواد غذایی شکایت دارند. در واکنش به ناآرامی ها در کرانه باختری رود اردن هم تشکیلات خودگردان فلسطینی جمهوری اسلامی رو به تلاش در تحریک مردم در شهرهای این سرزمین و برپا کردن بلوا متهم کرده. سیران شرفی گزارش میده. رفح ساعتی پس از حمله پنجشنبه، فلسطینی‌ها در میان آوارها و خرابه‌های بعد از حمله هوایی. این مرد فلسطینی میگوید حمله‌های این روزها ابداً ربطی به حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل ندارد. میگوید آمریکا به ما غذا می‌رساند و به اسرائیل اسلحه می‌دهد. کجای این کار عدالت است؟ پنجشنبه، شهر غزه، ساکنان شهر در تلاش برای دریافت مواد غذایی. مرد آواره فلسطینی از مشکلات خانواده‌اش و کمبود غذا میگوید. یه تانک اونجا پارک بود. خدا شاهده من اومدم غذا برای بچه‌هام بگیرم. نه آرد داریم، نه پول که آرد بخریم. هیچی برامون نمونده. غذای سحری هم نداریم. داغون داغونیم. کو کمک؟ مگه خدا کمک کنه؟ اسرائیل بارها اعلام کرده است هیچ محدودیتی برای مردم غزه برای دریافت کمک‌های بشردوستانه وجود ندارد، اما امدادرسانان و سازمان‌های کمک رسانی از اینکه بازرسی کامیون‌های کمکی بسیار زمان می‌برد گله دارند. کرانه باختری رود اردن، خاکسپاری فلسطینی کشته شده. بستگان اسد قانیری میگویند او در تلاش برای فرار از پشت بام هدف قرار گرفته و کشته شده. وكلنا بعدين لما اجي انسحبوا كل ما حدا يطلع من الباب لانه اي حدا بيطلع من الباب سربازا وقتی داشتن میرفتن به ما گفتن کسی بیرون نیاد، ممکنه کشته یا زخمی بشه. نگو به پسرم در حال فرار تیراندازی کردن و کشته شده. به گزارش رسانه‌ها، اسد پیشتر در اسرائیل زندانی بوده. کرانه باختری در کنترل تشکیلات خودگردان است. این تشکیلات روز چهارشنبه جمهوری اسلامی را به تلاش در بپا کردن بلوا در شهرهای کرانه باختری رود اردن متهم کرد. سیران شرفی، صدای آمریکا.